دوستان خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز با هم دیگه بحث در مورد بیزی رو میخوایم ادامه بدیم جلسه پیش معادله استاندارد بیزی های افقی و عمودی به مرکز مبدا مختصات رو دیدیم به عنوان مثال دیدیم که یک همچین بیزی که معادلش هست x2 روی b2 و علاوه y2 روی a2 مساوی با یک که آ بزرگتر از بی هستش معادله یک بیزی افقی عمودی درسته معادله یک بیزی عمودی هستش به مرکز مبدع مختصات خب به عنوان مثال بیاید یه همچین بیزی رو با هم دیگه در نظر بگیریم x2 روی 4 به علاوه y2 روی 16 مساوی با یک. خب اینجا میبینید که ما داریم بی دو مساوی چهار b دو مساوی چهار پس B مساوی با دو هستش و a دو مساوی 16 پس داریم A مساوی با چهار درسته پس میتونیم بگیم که شعاع اصلی این بیزی یا نصف قطر اصلیش مساوی چهار هستش و شعاع فریش یا نصف قطر فریش مساوی با دو هستش خب بیایید سعی بکنیم با همدیگه این بیزی رو بکشیمش خب من طبق معمول محورهای x و y رو واسه مشخص میکنم اینجا این از محور x این هم از محور y خب بیایید سعی بکنیم این بیزی رو با هم دیگه بکشیم چطوری میتونیم بکشیم این بیزی رو خب اول میدونیم که مرکز بیزیمون مبدع مختصات هستش درسته این اولین نکته ای که میدونیم پس مرکز مبدع مختصات خب حالا میدونیم که بی مساوی دو هستش درسته پس شعاع فرعی بیزیمون که دو بی خواهد بود مساوی با چهار میشه درسته و این در حقیقت شعا در راستای محور X هستش چون بی اینجا مخرج X2 هستش خب پس در راستای X اگر دو واحد بیایم به سمت راست که میشه یک همچین نقطه ای و دو واحد بیایم به سمت چپ این دو نقطه روی بیزی ما قرار دارن عین همون چون آ مساوی چهار هستش قطرمون در راستای محور وای مساوی با دو آ هستش که میشه هشت پس اگر از مرکز بیزیمون به اندازه چهار واحد یعنی به اندازه بی به اندازه از میخوام آ بیایم به سمت بالا یک همچین نقطه ای و این همون اگر چهار واحد یک دو سه و چهار واحد بیایم به سمت پایین یکی نقطه روی بیزی ما قرار دارن خب حالا بیاید با هم دیگه سعی بکنیم که این بیزی رو بکشیم من اینجا سعی میکنم که این بیزی رو بکشم خب تقریبا یک همچین شکلی داره البته این نقطه سبز اینجا مونم روی بیزی هستش داره خب پس این بیزی به معادله x دو چهارم به علاوه واید و شونزه مساوی با یک هستش خب حالا بیاید فرض بکنید که من به شما میگم که من میخوام معادله بیزی رو بنویسم که قطر اصلی و فریش دقیقا برابر با قطر و اصلی فرعی همین بیزی سبز رنگ باشن یعنی چهار و 8 اما به جای اینکه مرکزش مبدا مختصات باشه مرکزش نقطه سه و سف باشه یعنی نقطه قرمز رنگی که من اینجا براتون مشخص کردم خب پس شما میتونید خیلی به صورت شهودی ببینید که بیزی جدیدی که میخوایم بکشیم قیافش دقیقا شبیه این بیزی سبز رنگه چون قطر اصلی و فرعیش همون اندازه هستن تنها فرقی که داره اینه که مرکزش به جنگ مبدع مختصات باشه نقطه سه و سف هستش یعنی این میمونه که ما بیزی سبز رو سه واحد به سمت راست انتقال داده باشیم خب معادله یک همچین بیزی چی هستش؟ من ادعا می کنم که معادله این بیزی جدید باید این شکلی باشه x من های سه به توان دو تقسیم بره چهار به علاوه وای دو روی 16 مساوی با یک خب اگر این معادله قرمز رنگ رو با معادله بیزی اولی ما مقایسه بکنید میبینید که همه چیز شبیه همه غیر از این که ما نسبت به معادله سبزرنگ رنگ اومدیم x رو با x منهای 3 جایگزین کردیم حالا بیاید با هم دیگه ببینیم ما به صورت شهودی میتونیم ببینیم که چرا یک همچین معادله ای بعد معادله بیزی با قطر اصلی مساوی 8 و قطر فرعی مساوی چهار باشه و به مرکز سه و 0 خب این جمله اول رو بیاید توی معادله قرمز رنگ نگاه بکنید متناظر این جمله توی معادله اولیه ما این هستش چون این دوتا هر دوتا جمله هستن که فقط ایکس دارن توشون خب پس این دو تا جمله باید یه جورایی رفتار مشابهی داشته باشن توی دوتا تا معادله ما حالا مثلا میاد فرض کنیم جایی که این جمله توی معادله اولیه ما صفر میشده یعنی x دو چهارم مساوی صفر میشده اون کجاست اون جایی که x مساوی صفر و اون وقت روی بیزی سبز رنگ داریم چی y دو مساوی 16 پس y مساوی با مثبت و منفی چهار یعنی این دو تا نقطه رو ما داشتیم روی بیزی سبز رنگ وقتی که x مساوی صفر شده یا وقتی این جمله هم مساوی صفر شده خب حالا این جمله کی مساوی صفر میشه x منهای 3 به توان دو روی 4 درسته وقتی که x مساوی با 3 باشه این جمله صفر میشه و اون وقت در این حالت برای بیزی قرمزی که هنوز نکشیدیمش داریم چی y دو مساوی 16 پس y مساوی با مثبت و منفی 4 یعنی یک همچین نقطه ای و یک همچین نقطه ای رو خواهیم داشت درسته پس دقیقا میبینید که این دوتا نقطه متناظر نقطه های روی بیزی سبز رنگ هستند که فقط به اندازه سه واحد به سمت راست منتقل شدن درسته این همین میتونیم این کار رو برای تک تک نقاط بیزی سبزرنگ بکنیم و اون وقت نتیجه میگیریم که این معادله جدید دقیقا اومده همه نقطه های بیزی سبز رنگ رو به اندازه سه واحد به سمت راست انتقال داده پس بیزی جدید ما یک همچین شکلی خواهد داشت اگر من بتونم نسبتا خوب بکشمش یک همچین شکلی خواهد داشت بیزی جدیدم که انتقال یافته بیزی سبز رنگ به اندازه سه واحد به سمت راسته یعنی ما هر نقطه دلخواهی که روی بیزی سبز رنگمون در نظر بگیریم به اندازه سه واحد اگر به سمت راست انتقالش بدیم میاد روی نقطه متناظرش رو بیزی قرمز رنگ خب حالا بیاید یه مرحله با هم دیگه بریم جلوتر من به شما میگم که حالا این بیزی قرمز رنگی رو که داریم که مرکزش نقطه 3 و 0 هست من میخوام مرکزش رو به اندازه دو واحد به پایین منتقل کنم به اندازه دو واحد یعنی بیارم توی نقطه چی میخوام مرکزمون بشه نقطه مرکزمون بشه نقطه چی 3 و منفی 2 3 و منفی 2 خب حالا میتونید حدس بزنید که معادله بیزی جدیدمون به مرکز سه و منفی دو قطر اصلی هشت و قطر, فهری م... و قطر چهار چی خواهد بود؟ خب فکر میکنم همه تون تونستید حدس بزنید من مجددا ادعا میکنم که معادله این بیزی یک همچین فرمی خواهد داشت x منهای سه به توان دو روی چهار به علاوه ی... وای به علاوه دو به توان دو روی 16 مساوی با یک خب مجددا بیاید این معادله زرد رنگ و با معادله قرمز رنگ این بار مقایسه بکنیم و سعی کنیم که ازش نتیجه بگیریم که چرا این باید معادله یک بیزی باشه به مرکز سه و منفی دو و اندازه قطرهای اصلی و فرعی که اینجا داده شد خب این بار بیاید به جمله Y نگاه بکنیم چون جمله X توی دو معادله زرد و قرمز یکی هستش این جمله مجددا قراره که رفتاری مشابه این جمله داشته باشه حالا به با عنوان مثال این جمله توی معادله قرمز رنگ K صفر میشه وقتی که Y مساوی با صفر باشه و وقتی که Y مساوی صفر روی بیزی قرمز رنگمون ما این نقطه و این نقطه رو داریم اینا جایی که تقاطع با محور ایکس هم پس وایشون مساوی با صفر خب حالا توی معادله زرد رنگمون که این جمله جمله ای که وای داره توش مساوی صفر میشه درسته وقتی که وای مساوی با منفی دو هستش درسته پس وقتی که وای مساوی با منفی دو هستش ما دقیقا نقاط متناظر این دوتا نقطه ای که با زرد اینجا مشخص کردیم و داریم ولی روی y مساوی با منفی دو یعنی این نقطه و این نقطه رو داریم یعنی دقیقا انگار این دوتا نقطه رو اومدیم به اندازه خب من اینو یه کمی بد کشیدم بذارید سعی کنم که پاکش بکنم خب ببخشید یه کمی اینجا خرابکاری کردم من خب به نظرم تونستم پاکش بکنم خب ما اومدیم پس این دو تا نقطه رو روی بیزی قرمز رنگ به اندازه دو واحد به پایین منتقل کردیم و نقاط متناظرشون روی بیزی زرد که هنوز نکشیدیم به دست اومده. پس عین این, این میتونیم تک تک نقاط بیزی قرمز رنگمون رو دو واحد به سمت پایین منتقل کنیم تا بیزی زرد رنگمون به دست بیاد. یعنی اگر من سعی بکنم که بیزی زرد رنگ رو بکشم تقریبا باید یک همچین شکلی داشته باشه تقریبا باید این شکلی باشه و مجدد هم میبینید که هر نقطه دلخواهی روی بیزی قرمز رنگ اون اگر دو واحد به پایین منتقل بکنیم نقطه متناظرش روی بیزی زرد رنگ به دست میاد خب ما اینجا پس تونستیم معادله یک بیزی به مرکز سه و منفی دو رو بنویسیم به بیزی عمودی خب حالا اگر من از شما بپرسم که با این یه مثالی که حل کردیم میتونید حد بزنید که معادله بیزی به مرکز x0 و y0 به مرکز x0 و y0 که عمودی هستش پس عمودی به مرکز x0 و y0 معادله این بیزی چه شکلی خواهد بود اگر یه خورده به این معادله نگاه بکنیم خیلی راحت میتونیم حدس بزنیم که در حالت کلی باید یک همچین فرمی داشته باشه معادلمون x منهای x f به توان دو تقسیم بر b دو به علاوه y منهای y به توان دو تقسیم بر a دو مساوی با یک که a بزرگتر از b هستش عین همین مثالی که اینجا حل کردیم اگه همین کار رو برای یه بیزی افقی تکرار بکنیم پس بیزی افقی مجددا به مرکز دلخواه x0 و y0 خواهیم دید که برای همچین بیزی باید یه همچین معادلهی داشته باشیم x منهای x0 به توان دو روی a2 به علاوه یه y منهای y0 به توان دو روی b2 مساوی با یک که مجددا آ بزرگتر از B هستش خب پس ما تونستیم معادله استاندارد بیزی های افقی و عمودی با مقدار قطر بزرگ و کوچیک دلخواه و مرکز دلخواه رو با هم دیگه به دست بیاریم خب اینجا بحثمون در مورد بیزی تقریبا تموم شده اما یک مفهوم دیگه در مورد بیزی هست که من باید براتون تعریف بکنم خب پس با هم دیگه بریم سراغ یه صفحه جدید خب مفهوم جدیدی که باید براتون تعریف بکنم اسمش خروج از مرکز بیزی هستش خروج از مرکز خروج از مرکز بیزی یک عدده که معمولا اونو با ای نشون میدیم و هست نسبت C روی A پس ای مساوی C A و برای اینکه یادآوری بشه براتون آ چی هستش؟ A نصف قطر اصلی بیزیه پس A نصف قطر اصلی بیزیه و سی چی هستش؟ سی فاصله کانون های بیزی کانون های بیزی از مرکزش هستش که اگر خاطرتون باشه توی شکلهایی که جلسه پیش کشیدیم دیدیم این رو که سی فاصله کانونهای بیزی از مرکزش هستش سی چجوری به دست می اومد اگر قطر اصلی و فریه بیزیمون رو داشته باشیم داشتیم که سی دو مساوی با آدو منهای بی دو خب این هم پس رابطه ریاضی برای سی هستش خروج از مرکز بیزی مقدارش همیشه بزرگتر مساوی صفر و کوچیکتر از یک هستش برای هر بیزی دلخواهی خب اگر خروج از مرکزمون صفر باشه اگر داشته باشیم ای مساوی صفر یعنی چی؟ یعنی اینکه سی آ مساوی صفر هستش خب پس این به چه معنیه؟ به معنی اینه که سی مساوی صفر هستش درسته پس مجددا نتیجه میگیریم که آدوی منهای بی دو مساوی سی هست مساوی صفر هستش چون آدوی منهای بی دو مساوی سی دو بود پس آ مساوی با بی هستش درسته چون آ و بی هر مثبتی هستن و وقتی که آ مساوی بی بود ما چی داشتیم؟ یک دایره داشتیم اگر خاطرتون باشه خب یعنی مثلا همچین دایره ای در حقیقت یک بیزی با خروج از مرکز صفر هستش یک بیزی هستش که ای مساوی صفره براش ای مساوی با صفر و هر چقدر که ای بزرگتر از صفر بشه بیزیمون از حالت دایره خارج میشه و کشیده و کشیده تر میشه مثلا یک همچین بیزی اگر داشته باشیم یه همچین بیزی افقی اگر داشته باشیم این بیزی قانوناش مثلا فرض بکنیم که اینجا و اینجا هستن خب و این هم مرکز بیزیمونه پس این فاصله C هستش درسته و هر چقدر که مون بزرگتر بشه اینجا میدونیم که ای بزرگتر از صفره چون که سی مخالف صفر هستش کشیدگی بیزیمون بیشتر میشه برای اینکه به صورت هندسی همینو ببینید میتونیم به یه چیزی اینجا توجه کنیم این نقطه رو اگر در نظر بگیریم فاصلش تا مرکز بیزی چقدر هستش؟ بی هستش فاصله مرکز تا کانون بیزی تا هر کدوم از کانون ها هم که مساویه سی هستش اینجا هم که یک زاویه قائمه داریم پس اگه وتر این مثلث قائم زاویه رو بکشیم باید طولش مساوی با چی باشه؟ مساوی با آ باشه چون ما داریم بی دوه به علاوه سی دو مساوی آ دو این اگر به صورت قضیه فیزاغارس بهش نگاه بکنیم یعنی یک همچین مسلس قائم و ای میتونیم تشکیل بدیم توی بیزیمون خب حالا فرض بکنید که آ ثابته ما آ رو ثابت گرفتیم یا طول قطر اصلی بیزیمون رو ثابت گرفتیم خب اگر آ ثابت باشه و ما سی رو شروع بکنیم به زیاد کردن همینطوری که سی زیاد میشه ای هم داره همزمان باهاش زیاد میشه دیگه درسته چون ای نسبت C به آ هستش و دقت بکنید که با زیاد شدن ای یا با زیاد شدن C کانون های بیزیمون شروع میکنن از مرکزش دور شدن پس بیزیمون هی کشیده تر و کشیده تر میشه درسته کشیده تر کشیده تر میشه هرچی ای زیاد بشه خب این پس به صورت هندسی نشون میده که هرچی ای بزرگتر باشه به کشیده تر از طرف ای اگر کوچیک و تر بشه جایی که به صفر میرسه دقیقا هر دو تا کانون ما میان روی مرکز به قرار میگیرن پس دیگه دقیق دقیقا ما کانونی نداریم همه چی اومده توی مرکز پس یه دایره خواهیم داشت در اون حالت خب من یه خورده بیشتر از وقتم صحبت کردم این جلسه ببخشید بحثمون در مورد بیزی تموم شد و جلسات بعدی مقاطع مخروطی رو با همدیگه ادامه میدیم تا جلسه بعدی خداحافظ